به نام خدای قدوس، خدایی که جسم پوشید، به زمین آمد تا فراهم کنه نقشه نجات را برای من و شما. در دو برنامه قبلی اشاره کردیم به گناه و اینکه چگونه گناه وارد این جهان شد و چگونه از پدر و مادر اولیه خود یعنی آدم و حوا به ما به ارث رسید. و در یک ویدیو نشان دادیم که حتی بچه های کوچک هم با اینکه مجازاتی برای آنها نیست ولی ناخواسته مرتکب اعمالی می شوند مانند خشم، حسادت، پنهانکاری و دروغگویی که در نظر خداوند گناه می باشد. و نیز اشاره کردیم که خداوند انسان را شبیه خود و برای هم صحبتی و هم نشینی خود آفرید، ولی انسان با توجه به گناه خود از حضور خدا دور شد و این هم نشینی و هم صحبتی متوقف کردید، زیرا که در گناه نمیتوان در حضور خدای قدوس بود. در رابطه با ذریت زن و ذریت شیطان در کتاب پیدایش فصل 3 گفتگو کردیم. ذریت زن فرزندی است که در کتاب اشعیا فصل 7 آیه 14 می‌خوانیم: بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئل خواهد خواند. باکره فرزندی خواهد زایید، توجه کنین که اشعیای نبی 700 سال قبل از مسیح زندگی میکرد و پیشگویی میکند تولد مسیح را از مریم باکره. و مسیح همون ذریت زن میباشد که در کتاب پیدایش 3:15 از او نام برده شد. و مسیح تنها فردی بود که ژن گناه را از آدم و حوا به ارث نبرد، چون مسیح به خواهش دو جسم به این دنیا نیامد، بلکه خواست خدا بود که مریم باکره حامله شد و پسری به دنیا آورد که این ارتباط ژنی را از بین ببرد و خود خدا در جسم مسیح بر ما آشکار شد. و خدا به این جهان نیامد تا ما را محکوم کند، بلکه برای اینکه این فرصت را به ما بدهد تا قبول کنیم که او جریمه گناهان ما را به خود گرفت و به خاطر ما مصلوب شد تا ما زیر بار گناه نباشیم. چه زیبا میگوید حافظ: بار غمی که جان ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. حال با قبول کردن پرداخت جریمه گناه توسط مسیح خداوند، ما بدون گناه می توانیم در ملکوت خداوند در شادی و آرامش همنشین و همصحبت خدا باشیم، همانند ساعات و روزهای اولیه آدم و حوا در باغ عدن. و در کتاب رومیان فصل 5 آیه 17 تا 21 می خوانیم که در نتیجه گناه یک انسان یعنی آدم، مرگ و نابودی همه چیز را در چنگال خود گرفت، اما تمام کسانی که هدیه خدا یعنی آمرزش و پاکی کامل از گناه را میپذیرند، از آن پس شریک حیات و سلطنت یک انسان دیگر یعنی عیسی مسیح میگردند. بلی، گناه آدم برای همه محکومیت به همراه آورد، ولی عمل شایسته و مقدسی که مسیح انجام داد همه را از محکومیت رهایی می دهد و به ایشان زندگی می بخشد. آدم باعث شد که عده زیادی گناهکار شوند، اما مسیح باعث شد که خدا بسیاری را بیگناه به حساب آورد.
زیرا از خدا اطاعت کرد و بر روی صلیب کشته شد. پس ده فرمان موسی چه نقشی در نجات از گناه دارد؟ ده فرمان به این دلیل عطا شد تا بر تمام مردم مسلم شود که تا چه حد احکام خدا را زیر پا گذاشتند. اما هرچه بیشتر به طبیعت گناهکار خود پی میبریم، بیشتر لطف و بخشش بی پایان خدا را درک میکنیم. قبلا گناه بر انسان حکومت میکرد و باعث مرگ میشد، اما اکنون لطف و مهربانی خدا حکومت میکند تا نه تنها ما را در نظر او شایسته سازد، بلکه به وسیله خداوند ما عیسی مسیح ما را به زندگی جاوید برساند. بله عزیزان، با ایمان آوردن به عیسی مسیح و قبول کردن پرداخت جریمه گناهان ما توسط او بر روی صلیب، ما دیگر حامل ژن وراثتی گناه که از آدم و حوا ارث برده بودیم نیستیم و در واقع تولدی نو در مسیح داریم و فرزندان و ما وارثین مسیح خداوند هستیم. با ایمان آوردن مسیح اتفاق دیگری هم در درون ما شکل می گیرد. به یاد دارید که درباره آنتی ویروس کامپیوتر با شما صحبت کردم و گفتم که آیا خداوند برای ما نیز آنتی ویروسی در نظر گرفته و جواب آری بود؟ زمانی که ما به مسیح خداوند ایمان می آوریم و تولد تازه داریم، روح القدس در درون ما تجلی پیدا می کند و روح القدس مانند یک آنتی ویروس در درون ما، ما را ملزم می کند به اعمال نیک و دوری از اعمال زشت و پلید. و به همین دلیل است که ایمانداران همواره دعا می کنند پری روح القدس را تا پیوسته و مداوم اعمالشان مطابق اراده خداوند باشد. عدالت به وسیله ایمان برای همه، نه به وسیله عمل. در کتاب رومیان فصل 3 آیه 21 تا 28 می خوانیم: اما اکنون خدا راه دیگری برای نجات به ما نشان داده است. ما تا به حال سعی می کردیم با اجرای مقررات و تشریفات مذهبی به این نجات و رستگاری دست یابیم و در حضور خدا پاک و بیگناه شمرده شویم. اما در این راه نوین دیگر چنین نیست. هرچند که این راه چندان هم تازه نیست، زیرا کتاب آسمانی ما را از زمانهای گذشته نبید آن را داده بود. اینکه خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملا بیگناه به حساب آورد، همه انسانها نیز بدون توجه به مقام و سوابقشان می توانند از همین راه، یعنی ایمان به عیسی مسیح، نجات پیدا کنند. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بیگناه به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را به وسیله ساخت برای نجات ما از غضب خود، به این ترتیب او عدالت خود را ظاهر نمود. اگر او کسانی را که در زمانهای گذشته گناه کرده بودند مجازات نکرد، این هم کاملا عادلانه بود، زیرا او منتظر زمانی بود که مسیح بیاید و گناهان آنان را نیز پاک سازد. در زمان حاضر نیز خدا از همین راه
گناهکاران را به حضور خود میپذیرد، زیرا عیسی مسیح گناهان ایشان را برداشته است. اما آیا این بی انصافی نیست که خدا گناهکاران را بی گناه بشمارد؟ نه، زیرا خدا این کار را بر اساس ایمانشان به عیسی مسیح انجام می دهد. یعنی ایمان به کسی که با خون خود گناهانشان را پاک کرده است. آیا حالا دیگر کسی می تواند به خود ببالد و تصور کند که با پرهیزکاری و اعمال نیک خود نجات یافته و مقبول خدا گشته است؟ هرگز. چرا؟ زیرا نجات نه از کارهای نیک ما و انجام تشریفات مذهبی، بلکه از کارهایی که عیسی مسیح برای ما انجام داد و از ایمانی که ما به او داریم به دست می آید. پس ما به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا می کنیم و در حضور خدا بیگناه به حساب می آییم، نه به سبب کارهای خوب خود یا انجام تشریفات مذهبی. مطالب بالا را با یک داستان برای شما بازگو می کنم. یک دادگاه، یک قاضی، یک محکوم و تعدادی تماشاگر را در نظر بگیری. قاضی بسیار عادل است و همه به قضاوت او کاملا ایمان دارند و محکوم گناهکار می باشد. روزی ماموران محکومی را در دادگاه نزد قاضی می آورند و حاضرین نظارت می کنند به دادگاه. وقتی ماموران پوششی که صورت محکوم را پوشانده بر می دارند، قاضی متوجه می شود که محکوم امروز فرزند خودش می باشد و امروز باید در مورد فرزند خودش قضاوت کند و جمعیت که به قضاوت این قاضی و عدالت او اطمینان داشتند با دقت بسیار به دادگاه توجه می کردند. که چه خواهد شد؟ قاضی چگونه عدالت خود را نشان خواهد داد و چگونه محبت خود را نسبت به فرزندش؟ و قاضی پرونده را بررسی کرد و به فرزندش گفت: تو مرتکب این اعمال شده ای و بایستی مجازات شوی. فرزند 100 ضربه شلاق باید به تو زده شود. و جمعیت تحسین کردند قضاوت قاضی را که در مورد فرزند خود نیز به عدالت قضاوت کرد، ولی بسیار متعجب بودند که پس محبت این پدر به فرزندش چه شد؟ آیا او به فرزند خود هیچ محبتی نداشت؟ ولی در حالی که در این افکار بودند، قاضی از پشت میز قضاوت خود بلند شد و ردا و شنل قضاوت را از دوش خود برداشت و از پشت میز آمد و در جلوی فرزند خود قرار گرفت و آغوش خود را برای او باز کرد و بدو گفت: فرزندم، تو گناهکاری، ولی اجازه بده که من به جای تو مجازات شوم و جریمه گناه تو را من پرداخت کنم. و جمعیت با خوشحالی تمام تأیید کردن قضاوت عادلانه و محبت پدرانه قاضی را نسبت به فرزند خود. حال این حق انتخاب با فرزند است که محبت پدر را بپذیرد یا رد کند. عزیزان، این همان کاری بود که خدای پدر در مورد من و شما با عدالت و محبت کامل انجام داد. با عدالت خداوند ما محکوم هستیم، ولی خداوند ملکوت خود را ترک کرد، جسم پوشید، روی زمین آمد، بر روی صلیب مصلوب شد با آغوش باز تا ما را در آغوش خود بگیرد و جریمه گناهان ما را پرداخت کرد. آمین. حال آیا ما حاضر هستیم بپذیریم عدالت و محبت خداوند را و در سیر فیض او قرار بگیریم و با خون او از گناه پاک شویم؟
تولد تازه داشته باشیم، روح مقدس خداوند مانند یک آنتی ویروس در جسم ما تجلی پیدا کند و ما را ملزم کند به اعمال نیک و دوری از اعمال زشت و پلید. آمین. آمین که من پذیرفتم و ایمان دارم که جسم من خانه خداوند است. کامل نیستم، ولی در مسیر کمال با هدایت روح مقدس خداوند گام بر می دارم. آمین که برای شما عزیزان نیز چنین باشد. تا درودی دیگر، بدرود.